خب دوستان، تست میکنیم یک بار دیگه نرم افزار خودمون رو. ادمین 353 و وارد مین پیج میشه. اگه الان به قسمت اد پرسون بریم، میبینید که پیج اد پرسون هم برای ما باز شده و سیو رو هنوز براش کد تعریف نکردیم. سیو قراره برای ما اطلاعات موجود در این تکست باکس ها رو در جدولی که در SQL سرور از قبل طراحی کردیم ذخیره بکنه. بک رو میزنم، بک هم که کار میکنه و برمیگرده به مین پیج. و دوستان، از اونجایی که من تو روند برنامه‌نویسیم از اینجا دوست ندارم هر سری به صفحه لاگین بیام، به خاطر همین اینجا میام و از قسمت apps cs جایی که قرار برنامه من رو رام بکنه و لفت بندی بده میام و مین پیج رو مجدد بهش پاس میدم که مستقیم مین پیج رو برای من باز کنم. خب در گام بعد قرار شد که وقتی کاربر کلیک کرد و مقادیر رو پر کرد و کلیک کرد بر روی سیف، اینجا چه اتفاقی بود؟ خب من میخوام به اسکیل سرور متصل بشم و از مدل ویو کنترل میخوام استفاده کنم. به همین منظور یک پوشه به نام مدل تعریف میکنم و ابتداعا یک کلاس به نام پرسون تعریف میکنم. کلاس رو پابلیک میکنیم و پراپرتی هایی که نیاز داریم رو براش تعریف کنیم. int id stream name stream family int age string tell email. string خب مسلماً کانستراکتور نیاز دارم برای این کلاسم. دوستان یه تکنیکی میخوام اینجا بهتون یاد بدم که کانستراکتوراتون رو خیلی راحت‌تر و سریع‌تر پیاده سازی بکنید. در این قسمت راست کلیک کنید، کیوت اکشن رفرکشن رو بزنید و کرییتد کانستراکتور رو بزنید. پراپرتی رو که میخوایم توی کانستراکتور اد بشه رو تیک بزنید. اوکی. میبینید که به صورت اوتومات کانستراکتور رو برای شما ساخت و مقادیر ورودی رو هم گرفت.
کلاس من آماده است الان. کلاسم آماده است. سیو می کنم. خب برمیگردم به پیج اد پرسون خودم، به سی اسش. دوستان اگر اینجا بیایم یوزینگ دیتا، میبینید که در زمان فرم به دیتا دسترسی نداریم، به نیم اسپیس دیتا دسترسی مستقیم نداریم. برای اینکه نیم اسپیس دیتا رو هم به پروژه خودم اد بکنم، از منیج نوت گت پکیجز میام و از قسمت بروزر SQL system.sql.client رو به پروژه خودم اضافه می کنم. accept و در این قسمت system.data رو الان بهش دسترسی دارم. SQL SQL client. خب بعد از اون در این قسمت، در جایی که باتون سیو من کلیک میشه، در ایونت هندلرش یک اینستانس از کلاس SQL کانکشن میسازم. CN برابر با نیو SQL کانکشن. خب از قسمت SQL Explorer یک کانکشن جدید ایجاد میکنم. نام سرورم سرور نیم خودم رو کپی SQL سرور اتیکیشن رو انتخاب میکنم و لاگین و پسورد برای اتصال به کانکشن. تست کانکشن. کانکشن با موفقیت انجام میشه. اوکی میکنم. خب بر روی کانکشن هم کلیک میکنم. از قسمت سمت راست، از جایی که کانکشن استرینگ هستش، کانکشن استرینگ رو کپی میکنم و به SQL کانکشن هم پاس میدم. خب در گام بعد SQL command رو نیاز داریم. cmd برابر new SQL command. commandم رو بعدا تعریف میکنم. خب دوستان اینجا از بکسلش من ایراد گرفته توی کانکشن استرینگ هم. میتونید شما بکسلش رو دوبار بذارید یا در ابتدا از کلمه ادساین استفاده بکنید که ارورتون برطرف بشه. خب میایم تا کامند خودمون رو تعریف بکنیم. insert into نام جدول
پرسون و پرانتز باز و بسته مقادی رو فراخونی میکنیم. نیم فامیلی ایج تل و ایمیل و عنوان ولیو مقادیر ات نیم رو داریم، ات فامیلی، ات ایج، ات تل و ات ایمیل. کانکشنمون رو هم cn رو بهش پاس میدیم. خب در گام بعد cmd نوع کامند خودمون رو کامند تایپ برابر با کامند تایپ تکست، شما میتونید پروسیجر هم بنویسید و پاس بدید. این تا مقادیر ورودیمون رو از طریق پارامتر پاس بدیم، cmd.parameter.addWithValue. متدش رو باز میکنیم، از شما یک string پارامتر میگیرم و یک value. خب من string پارامتر اول رو همین addName رو که اینجا تعریف کردم بهش پاس میدم، مقدار ورودیش رو از tv name.property تکستش رو من فراخونی کنم، کپی میکنم این رو دوستان، و برای بقیهشون هم اعمال میکنم. فامیلی text.age tell email و همچنین اینجا tb family textش tb age text و tbm tell dot textش tbm email dot text. خب برای اینکه من اینجا ارورهای خودم رو هم یک مدیریت روشون داشته باشم، ابتدا میام از این قسمت یک if تعریف میکنم، میام اگر کانکشن من dot status برابر با کانکشن state dot close بود، cn را برای ما open کن، کانکشن رو باز کن و در قسمت بعد اسکیول کامند خودم رو تعریف میکنم. کل این کدم رو در یک دستور try cache میذارم برای اینکه بتونم خطاهام رو اندل کنم. کدم رو در قسمت try کپی میکنم، از exception یک x به عنوان اینکه بتونم مسیج هام رو هندل بکنم، خطا هام رو ببینم صورت رانتایم، از display alert استفاده میکنیم
مسیجش ex داد مسیج باشه. اوکی. خب اینجا اگر اکسپشن دریافت کردیم از طریق دیسپلی آلارت به ما اعلام بشه. در این قسمت cmd داد execute نان کوئری میکنیم و مجددا دیسپلی آلارت فراخونی میکنیم به اسم اینفو که اگر اطلاعات داخلی شد به ما بگم your data as your data as saved. و در امتحان کانکشن هم اینجا کلوز بشه. خب دوستان ران میکنم برنامه رو، یه تست میگیریم. مسلما الان دیگه نباید که دیگه لاگین پیج رو برای من نمایش بده و مستقیما روی مین پیج باید برم، چون ما مسیر رو دایرکتری رو عوض کردیم، میبینی که مستقیم به مین پیج اومد. خب اگر روی اد پرزون کلیک بکنم و یک مقدار اینجا وارد بکنم به عنوان مثال محمد عزیزی اچ سی شما رو تلفن خودم رو وارد میکنم زیمی پیسی ات جمیل دات کام و اینجا بر روی سیف کلیک بکنم. خب ارور دریافت کردیم دوستان. اروری که دریافت کردیم به ما میگه که اتصال ما برای یک سری از کشورها قابل دسترس نیست، باز نیستش، چون من اسکیپ سرورم به صورت ویندوز اسکیول اتیتیکیشن بود و حتی سرورم هم آنلاین هستش. این ارور رو دریافت کنیم، برای اینکه این ارورمون رو رفع بکنیم بیاید در قسمت پراپرتی را اسکری بکنید روی نیم اسپیستون پراپرتی، در قسمت ببخشید از قسمت زامرین اپ داد اندروید جی که پروژه اندرویدتون از را اسکری بکنید پراپرتیز، در قسمت اندروید آپشن در پایین در این قسمت که می‌بینید additional supported encoding میاید و تیک کشورها رو یعنی قاره ها رو اینجا همه رو میزنید. حالا میتونید دسترسیاتون رو محدود بکنید که فقط اروپا، آسیا یا آمریکا یا هر جای دیگه باشه یا اینکه همه باشه. این رو تیکش رو میزنید، یک بار بیلد میکنیم نرم افزار رو و مجددا اجرا میکنیم. خب باز میکنم اد پزون رو مجددا محمد عظیمی
358 511 492 شما خودم رو وارد میکنم. ایمیلم azimipc@gmail.com. خب مجددا سیو میکنیم. خب میبینید که پیغام your data as saved برای ما نمایش داده شد. اوکی میکنم برای اینکه مطمئن بشم که اطلاعات من ذخیره شده توی دیتابیس. میرم وارد اسکیو سرور میشم، جدول پرسون و سلکت تاپ تو 1000 روز رو میزنم که برای من نمایش بده. خب ببینید دوستان که اینجا مقادیر از سامیلیم فرم ما و پلتفرم اندرویدمون وارد اسکیو سرور شد، ذخیره شد اطلاعات با موفقیت. خب در گام بعد نکته که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که دوستان بعد از اینکه من اینجا سیو رو زدم، مقادیر همچنان توی تکست باکس باقی مونده. بهتره که بعد از اینکه اینها فراخونی میشن، یعنی سیو میشن، اینها امتی بشن. برای این منظور من میام در این قسمت یک public void clear تعریف میکنم برای حذف کردن مقادیر تکست باکس بعد از اینکه سیو زده میشه. .text برابر با null tb family .text برابر با null tb age .text برابر با null و تیبی تل. دوستان اینجا فقط کافی که مقادر تیبی تون رو، یعنی تکس باکس هاتون رو، پراپرتی تکسش رو نال کنید. و در پایان در جایی که کد ذخیره میشه و پیغام برای من داده میشه، اینجا متد کلیر رو فراخونی کنم. یک بار دیگه تست میکنم. اد پرسون به عنوان مثال سلیم کریمی ایج 25 شماره تلفن و سلیم کریمی خب ذخیره می کنم.
پیغام برای ما داده شد. سیف از سکسسفول. اوکی. میبینید که مقادیر تکس باکس ها هم امتی شد و آماده شد برای درج یوزر بعدی. خب دوستان، تا اینجا ویدیو رو با من پیش بیاید. در ویدیو بعدی میریم تا ممبر لیست خودمون رو تعریف بکنیم.